بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و والسلام و السلام على رسول الله و علی آله و صحبه و ما بعد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران بزرگوار یکی دیگر از آثار بد گناه و عواقب بد گناه در زندگی انسان اینه که قلب انسان سخت میشه و حتی در چشم انسان خشکی پیدا میشه یعنی انسان دیگه اون نرمی قلب را نداره اون نرمی قلب در زندگی انسان نیست که باعث بشه انسان از ترس الله و از ترس عذاب و به خاطر محبت الله متعال در پیشگاه او بگریه و در واقع از الله متعال طلب خیر و طلب نیکی و طلب خوشبختی و سعادت در دنیا و آخرت بکنه اللهم تعال سبحانه و تعالی در سوره مطففین میفرماید که کلا بران بر علی قلوبهم ما کانو یکسبون نچنان است یعنی قلوبشان بل ران علی قلوبهم علا قلوبشان چی شده؟ یعنی زنوب و گناهان در قلب انسان صدمه وارد کرده و قلبش را چرکین کرده قلبش چرکین شده و چرا؟ به خاطر ای که ما کانو یک سبون به سبب عمل کردی که اینها در واقع داشتند و کارهای بدی که انجام میدهند قلوبشان چرکین شده این چرکه ها چیه؟ همان گناهانه و معاصیه و قلب انسان چرکین میشه از نظر معنوی همچنین ما حدیثی داریم از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که برای وضاحت این آیه در واقع بیشتر برای ما کمک میکنه رسول الله علیه صلات و السلام میفرمایند که گناه بر قلب انسان چی تأثیر بدی و ناگواری می داشته باشه پیامبر میفرمایند که ان العبد اذا اخطا خطیئه وقتی بنده گناه را مرتکب میشه نکتت فی قلبه نکته سودا در قلبش نقطه و نقطه سیایی میفته یک لکه سیایی در قلبش ایجاد میشه فاذا هو نزع اگر او توانست این نقطه سیا را و این اثر سیا را از قلبش دور کرد و استغفر و تاب استغفار کرد و توبه کرد از الله متعال خواست که الله مرا ببخش من این گناه را کردم من را بیامرس اشتباهی از من سر زد و خطایی از من سر زد من از تو معذرت می خواهم اگر این کار کرد با همان شروطش سقل قلبو قلبش چی میشه؟ سیقل داده میشه قلبش پاک میشه قلبش دوباره صفای خودش را پیدا میکنه و اون نقطه های سیاه از قلبش دور میشه اون آثار گناه که این آثار سیاس در واقع از قلب انسان دور میشه و بیرون میشه و این عاده پیامبر میفرمایند اگر دوباره به گناه بازگشت کرد یعنی توبه نکرد به جایی که استغفار بکنه و توبه بکنه به گناه ادامه داد و به گناه بازگشت کرد زید فیها در این نکته و در این اثر سیاه این نقطه گک سیایی که در قلبش و لکه سیایی که در قلبش افتاده زیاد میشه افسوده میشه چون گناه جدیدی مرتکب شده چون گناه جدیدی مرتکب شده حتی تعلو و قلبه تا اینکه که قلبش رو کلا یعنی در بر میگیره و قلبش کاملا مبتلا میشه به این آثار سیا و به این لکه های سیاه. و بعد پیامبر علیه الصلاة و سلام می و هو الران الذي ذكر الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إن همان راني است که الله متعال در قرآن عظیم الشان فرموده كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون یعنی يعني این همان گناه است این شركي که در قلب انسان ایجاد میشه که در این آیه هست رسول الله صلى الله عليه و سلم در واقع همان گناه یک گناه بالای گناه دیگر بالای گناه دیگر بالای گناه دیگر سرانجام اینها انبار میشه در قلب انسان و کل قلب انسان را در بر میگیره قلب انسان آغشته با گناه میشه آکنده با گناه میشه پر از گناه میشه ولی چی زیباست که انسان یعنی جلوگیری بکنه از این انبار شدن گناهان در قلب انسان چون ارز کردم به خدمتتان که اگر این گناه ها به قلب انسان انبار شد و این گناه ها در قلب انسان افسوده شد و زیاد شد طبیعتا قلب انسان چرکین میشه به تعبیر قرآن کریم کلا بل ران علی قلوبهم قلوبشان خلاص دیگه یعنی چرکین شده و قلوبشان با چرک گناه و معصیت در واقع مبتلا شده و شما میبینید که یعنی این گناه همچنان که در این آیه مبارکه و در حدیث نبوی صلی الله علیه و مشاهده کردید باعث این میشه که قلب انسان چرکین بشه وقتی قلب چرکین شد چی میشه قلب سخت میشه قلب انسان دوچار سختی میشه یعنی سختی را شخص در قلبش یعنی ایجا... احساس میکنه اون نرمش دیگه در قلبش نیست و آیات متعددی در قرآن عظیم و شن پیرامون این مسئله وجود داره ولی من ان این رو میگذارم برای قسمت بعدی آیاتی که در این باره هست و این که الله از ما چی میطلبه که ما قلوب ما چطور باشه قلب خود را چطور یعنی سه قلب بدیم و قلب خود را چطور پاک و مصفا بکنیم ان الله این رو میگذاریم برای قسمت بعدی جزاکم الله خیرا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته